ای دل رنجور مرا مشتعل، ای دل رنجور مرا مشتعل، ای همه عشاق به تو مشتغل. حجت معبود سلام علیک، مهدی موعود سلام علیک. دست من خسته و دامان تو، چشم من و سفره احسان تو. جمعه دیگر دگر از دست رفت، جمعه دیگر دگر از دست رفت، طاقت این محتضر از دست رفت. سر به گریبان و شهیدم تو را، خسته شدم بس که ندیدم تو را. جمعه غروبش چه نفسگیر شد، جمعه غروبش چه نفسگیر شد، یاور مظلوم بیا دیر شد. رنجه کن ای ماه قدمهایت را، رنجه کن ای ماه قدمهایت را، جلوه نما کن رخ زیبایت را. السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. با نام و یاد خداوند متعال عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و همراهان محترم برنامه موعود در اسلام. روز جمعه شما پر از خیر و برکت و معنویت و سرشار از یاد حجت خدا حضرت مهدی علیه السلام باشه. خوشحال هستیم که در این روز مقدس در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم و از طریق نشر برنامه موعود در اسلام. همونطوری که مستحضر هستیم در این روزها موضوع صحبت ما پیرامون مقامات حضرت امام مهدی علیه السلام هست. یکی از این مقامات بسیار مهم مقام حجت الله بودن حضرت مهدی علیه السلام هست که قرار هست به توفیق خداوند متعال و با حضور ارزشمند کارشناس محترم مسائل مهدویت جناب استاد زکی پیرامون این مقام صحبت بکنیم و انشالله معارفی را در این زمینه فرا بگیریم. خدمت شما جناب استاد بزرگوار جناب استاد زکی عرض سلام داریم، خیلی خوش آمدید، وقت عزتانی بخیر باشه. علیک السلام و رحمت الله، همچنین وقتی حضرت علی بخیر باشه انشالله. بنده هم محضر شریف حضرت علی و همکاران گرامیتان و همچنین محضر شریف بینندگان محترم برنامه موعود در اسلام عرض سلام و ارادت دارم و از خدای بزرگ خواستاریم که انشالله ما را با مقامات مولای عصر و زمان من حضرت مهدی علیه السلام آشنا کنه و انشالله از معنویت من امام عزیز و بزرگوار انشالله بهره های نصیب ما بگردن. بزرگوار هستیم، خیلی تشکر میکنیم، افتخار داریم که در خدمت استالی هستیم. در برنامه گذشته جناب علی مطالب بسیار ارزشمندی را پیرامون ضرورت و اهمیت معرفت امام عصر علیه السلام و بعد چگونگی این معرفت پرداختیم در آخرین موضوعی که خدمت استالی بودیم و امروز انشالله میخواییم یکی از این مقامات را بررسی بکنیم. معلوم شد که یکی از بهترین راه های معرفت امام عصر علیه السلام این است که مقامات آن حضرت را درک بکنیم، جایگاه هایی که خدای متعال به حجج خودش عنایت کرده از جمله ولی عصر علیه السلام که حجت پایانی و خاتم اوصیا هستند. این مقامات هرچه بیشتر بشناسیم درجه معرفت ما به امام عصر علیه السلام افزایش خواهد یافت و امروز انشاءالله میخواییم در خدمت استالی باشیم تا مقام حجت اللهی حضرت را بیشتر درک بکنیم. بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وعونه. السلام عليك يا حجة الله. بل يكي از مقامات امام زمان علیه السلام و همه ائمه اطهار علیه السلام و بلکه یکی از مقامات کسانی که از جانب خدا برای هدایت جامعه بشری منصوب شدن، گماشته شدن، یکی از مقاماتشون حجت اللهی بودنشون. درست. اول ببینیم کلمه حجت یعنی چی؟ درست. و بعد انشاءالله بپردازیم مراحل بعدی بحث رو. حجت از ماده یا از ساختار اولیه حجاجه است به تعبیری که معنای لغویش و معنای قصد آهنگ کردن، قصد کردن. درست. و اگر به مراسم خاصی در روز عید قربان در سرزمین مکه طواف و
اتفاقاتی که مناسکی اونجا انجام میگیره، اگر به اون مناسک هم حج میگن، به خاطر همینه که حاجی اراده و قصد و آهنگ زیارت خانه خدا رو میکنه، بر اساس همون قصد و نیت و اراده حاجی به اون مناسک حج میگن به تعبیر. درست. پس بنابراین معنای لغویش معنای قصد کردن. اما این که خب علاوه بر این قصد معنای دیگری هم در این کلمه هست، وقتی کلمه حجت به کار میره در موارد مختلف یک معنای به اصطلاح عمومی و مجموع جمعی داره، حالا ممکنه در فروعات یک فرقهای جزئی وجود داشته باشه، ولی معنای جمعی و مجموعی حجت به معنای دلیل، برهان، راه روشن و قاطع. در قرآن عظیم الشان کلمه حجت در 4 آیه آمده که استفاده شده که در 3 جای اون به معنای دلیل و سند و برهان، و در یک مورد هم به معنای شیء مورد نزاع است، به اصطلاح یا بگیم اسباب نزاع. آره، فقط همین 4 جای در قرآن استفاده شده. در سوره انعام آیه 149 اونجا یک جمله به اصطلاح یک آیه جالب هست که به نفسی همین نفس این حجت تکیه داره. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. اینجا تعبیر به حجت بالغه شده، کلمه‌ای که در اینجا به کار رفته حجت هست و با وصف بالغه. کاربرد اصلی حجت های الهی از شأنش این است که در آخرت باشه، یعنی اونجا بنده وقتی در پیشگاه خدا قرار میگیرد، دلایل و برهانهای قاطعی که خدای بزرگ در جهان بر او ارائه کرده در اونجا به اصطلاح جواب میده به تعبیری. اما به تبع اونجاست که اینها حجت، اونجاست که اینجا به اصطلاح ارائه شهادت و نمیدونم ارائه ابراز اون دلیل هاست، اما کاربرد دنیایی هم داره. بنابراین اگر ما کلمه در قرآن همین 4 تاست، اما در لسان اهل بیت علیهم السلام این کلمه به حد ما شاء الله استفاده شده، یعنی اگر ما بخوایم حساب کنیم از حساب خارجه. و در زیارات، در دعاها، هر یکی از پیشوایان دینی به عنوان حجت خدا مورد خطاب قرار گرفته، مورد ندا قرار داره. السلام علیکم یا حجج الله علی ارضه، یا السلام علیک یا حجت الله علی خلقه. اینا در دعای توسل که از اول نسبت به هر یک از اهل بیت این کلمه به کار رفته. اگر در حد استفاده شده که اگر مخصوصا در رابطه با حضرت صاحب الامر که اگر کلمه حجت به تنهایی بیاید بدون پسوند و پیشوند، اگر بیایه متبادری از آن حضرت صاحب الامر، یعنی الحجه وقتی گفته میشه از بست استفاده شده از کلمه الحجت حضرت صاحب الامر مراد و منظور. به هر صورت اینا در رابطه با معنای استفاده این کلمه و معنای لغوی این مطلب بود، ولی آنچه که از در رابطه با حجت معنایی که مشهوره همون دلیل، برهان قاطع و روشن، راه واضح، ایناست معنای خود کلمه. از نظر مصداقی تمام شخصیت ها یا به تعبیر تمام انبیا و رسول الهی و تمام کسانی که از جانب خدا مأموریت برای هدایت بشر داره، به همه اینها حجت های الهی گفته میشه. انبیا و اوصیا، انبیا و اوصیا در همه اینها به کار میره، و در روایت اهل بیت هم به همه اینها به کار رفته. مثلا در رابطه با حضرت موسی، در رابطه با حضرت داوود، در رابطه با حضرت سلیمان، در رابطه با حضرت عیسی،
یعنی در انبیان به کار رفته و در ائمه اطهار علیه السلام این کلمه زیاد به کار رفته. بسیار خوب. چرا به اونا حجت میگن؟ چون وجود اونها به اصطلاح زمینه و وسیله وجود اونها یک وجود هدایتی است که خدا گذاشته او را، برای این که اگر فرد این وجود هدایتی را انکار کرد یک حجتی بر علیه اون قرار بگیره، و اگر فرد این وجود هدایتی را پذیرفت و بر اساس این هدایت عمل کرد، برای اون هم یک زمینه و وسیله بشه برای رسیدن به حق و مطلوب. همون تعبیری که در قصد به کار بردیم، در اینجا اگر کسی بر حجت‌های الهی به اصطلاح ایمان بره و تبعیت کنه از اونا، به مطلوب و مقصودی که قصد از خلقت انسان به اون رسیده. یعنی یک نوع حجتی که در اینجا معنای قصد هست، اما معنای اصلی لغوی هم در اینجا به اصطلاح خودش را نشان میده به تعبیر. بنابراین امامان را ما حجت‌های الهی میگیم، به خاطر اینکه با نسب اینها خدای بزرگ اینها را به عنوان متولیان هدایت، متولیان هدایت راه را از چوب با اینها مشخص کرده. البته در این زمینه قرآن هم هست، یعنی قرآن هم به اصطلاح اون سمت و جایگاه حجت اللهی بودن داره ها. یعنی ما منتها در رابطه با قرآن کم استفاده شده، نمیگیم استفاده نشده، ولی خیلی کم استفاده شده. بیشتر در رابطه با انبیا و اولیا این کلمه استفاده شده، اینا حجت های خداست. در ذیل همین آیه ای که خدمت حضرت عالی عرض کردیم، آیه 149 سوره انعام، فلله الحجت البالغه، از حضرت امام صادق علیه السلام یک روایت وجود داره. این خیلی روایت جالبیه. سوال شد که معنای فلله الحجت البالغه چیه؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند در روز قیامت به بنده خود میگوید: بنده من، آیا دانستی و گناه کردی یا ندانستی و گناه کردی؟ اگر بگوید میدانستم، میگوید چرا به آنچه میدانستی عمل نکردی؟ و اگر بگوید نمیدانستم، میگوید چرا یاد نگرفتی؟ ما که همه چیز برای تو فراهم کرده بودیم، حجت های ما بر تو ظاهر و آشکار بود، راه ها آسان بود، چرا یاد نگرفتی؟ میگه در این موقعی که فرد هیچ جوابی نداره، مغلوب میشه به تعبیری. حجت الله البالغه یعنی اون حجتی که طرف رو مغلوب میکنه دیگه، عذری برایش باقی نمیمونه، عذری برایش باقی نمیمونه. خدا خیرتون. بسیار عالی، تشکر میکنم از آقا. فرصتی ان شاء الله خواهیم داشت که بعد از یک وقفه خدمت حضرت عالی برگردیم و موضوعات ان شاء الله یاد بگیریم. بینندگان محترم، خوشمند هستم همراهی بفرمایید. وقفه‌ای خواهیم داشت و کلیپ خدمت شما نشر خواهد شد. ان شاء الله خدمت شما عزیزان برمیگردیم تا ادامه برنامه موعود را تقدیم حضورتان بکنیم. تشکر میکنیم از همراهیتان. بینندگان عزیز، ادامه برنامه موعود در اسلام را در این روز مقدس، روز جمعه که متعلق به امام زمان علیه السلام هست و ما انتظار و توقع ظهور و فرج ایشان را در این روز بیشتر داریم، در خدمت شما عزیزان هستیم. روایتی از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم حضور شما میکنیم و بعد انشاءالله به سراغ فرمایشات ارزشمند آقای زکی خواهیم رفت. حضرت عسکری علیه السلام فرمودند: همانا پسرم، قیام کننده ما اهل بیت عجل الله تعالی فرجه الشریف، پس از من امام است و او کسی است که سنت های انبیا در باره اش جاری خواهد شد. زمان درازی از دیده ها پنهان می ماند و عمر طولانی می کند و از این رو یادش از دلها می رود. خوش بالا کسانی که در اثر طولانی شدن عصر غیبت از یاد امام زمان علیه السلام غافل نباشند، که یاد ایشان یاد خداوند متعال هست. کسی که به یاد حجت غائب خدا باشه قطعا اهل هدایت خواهد بود و بدون شک جز کسانی نخواهد بود که در اثر طولانی شدن غیبت دچار قساوت قلب می شود، چون در قرآن مجید داریم که فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. در اثر طولانی شدن غیبت برخی از حجت های خداوند، مردم دچار قساوت قلب و دور شدن از یاد خدا شدند. ان شاء الله هرچه بیشتر تلاش بکنیم به یاد این حجت بزرگ خداوند متعال باشیم که خاتم الاوصیا هست و منتظر آمدنش هستیم. صحبت ها در رابطه با مفهوم حجت بود که
دانستیم حجت در حقیقت از یک جانب به معنای دلیل و برهان است، یعنی کسی که خدای متعال او را به عنوان راهنمای ما به سمت پرستش و بندگی خودش فرستاده، و از طرفی هم حجت کسی است که با توجه به اینکه مردم را به سمت خدا دعوت و هدایت میکنه، روز قیامت برای بندگان عذری باقی نخواهد ماند. لذا یکی از معانی حجت میشه قطع کننده عذر بندگان. در خدمت آقای زکی بزرگوار هستید، بفرمایید. طبق روایت اهل بیت، مواردی که از پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت به ما رسیده، خدای بزرگ برای انسان دو تا حجت قرار داده. این در تعبیرات پیشوایان دین زیاد مطرح شده. یک حجت که این دو تا حجت مؤید همان، معاون همان، به تعبیر همدیگر هم تایید میکنن و همدیگر کمک میکنن برای هدایت بشر، برای رستگاری بشر و برای رسیدنش به مقام قرب و رشد و شکوفایی. یک حجت ظاهره و یکی هم حجت باطن. حجت ظاهر عبارت است از پیشوایان دینی، قرآن عظیم و شأن. اینها حجت های ظاهری پروردگار است که برای هدایت بشر نازل شده، انزال کتب و ارسال رسول و نسب ائمه اطهار علیهم السلام. و یکی هم حجت باطنی است که عبارت باشه از عقل انسانی. خدای بزرگ عقل انسان را هم به عنوان یک حجت در اختیار انسان قرار داده. به همین دلیل است که اگر کسی به اثر عارضه عقل خودش را از دست بده، حتی مکلف به انجام به ادای نماز هم نیست، مکلف به تکالیف از او ساقط میشه. پس از این معلومه که اون یک حجتونه، یعنی وقتی این عقل بود تکالیف بر ای بار میشه، هدایت بر او الزام پیدا میکنه. و حجت دوم یعنی حجت ظاهرم، وقتی اون حجت ها بود، اون وقت است که تبعیت از اونها الزام پیدا میکنه، اطاعت از اونها الزام پیدا میکنه و طبق فرمایشات از اونها حرکت کردن بر بنده لازم میشه. در این زمینه یک روایت خدمت حضرت عالی عرض بکنم. امام کاظم علیه السلام میگه که یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهر فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. برای خدای بزرگ، ای هشام، برای خدای بزرگ دو تا حجته، یکی حجت ظاهر و یکی باطن. حجت ظاهر عبارت است از رسول و انبیا و ائمه، و حجت باطن عبارت است از عقول. حضرت امام صادق علیه السلام میگه که پیوسته در زمین حجت الهی وجود دارد که حلال را از حرام میشناساند و مردم را به سوی خداوند دعوت میکند. خب این تا اینجا را ما خواستیم که مسئله حجت اللهی بودن اهل بیت علیهم السلام را، و مخصوصا در این عصر حجت الله بودن حضرت مهدی علیه السلام را ثابت بکنیم، و تبعیت و الزام بر این که از او متابعت بکنیم، الزام بر این که تابع اون باشیم، الزام بر این که امر و نهی او را به اصطلاح قبول بکنیم و بهش عمل بکنیم، هم از همین کلمه حجت قابل استفاده است. چون اگر تبعیت نشود، اگر این چیز را نپذیرفتیم، در پیشگاه خدا پاسخگو باید باشیم، در پیشگاه خدا مغلوب میشیم به تعبیری، در برابر، در قبال ارائه این حجت بالغی که خدا در این عالم و در این دنیا بر ما به اصطلاح عرضه کرده به تعبیری. در این زمینه ما نگاه میکردم که یک جمله یا یک کلام را در این زمینه بیاریم که یک مقدار جامع و به اصطلاح محتوای غنی تری داشته باشه. در زیارت جامعه کبیره با یک جمله برخوردم که واقعا خیلی عمیق بود، در حدی که شاید بگیم نزدیک یک ساعت مرا کلا در فکر فرو برد. اونجا جمله اینطوری داریم: السلام علی حجج الله علی اهل دنیا والآخرت والاولا. میگه سلام بر حجت های الهی که اونها حجتن بر اهل دنیا و حجتن بر اهل آخرت و حجتن بر اهل اولا. یعنی اینجا
ممکنه مثلا اهل دنیا و آخرت ولی چون با واو عطف شده ما میتونیم کلمه اهل را هم بر سری آخرت بیاریم چون سری دنیا هست، هم سری آخرت بیاریم هم سری اولا بیاریم، یعنی اهل دنیا، اهل آخرت، اهل اولا. الان سوال اینجاست که اهل اولا چه کسی هستن؟ آره. نه اصلا بحث روی هر سه تا موضوع ببینید ما تا اون آره. دنیا و آخرت هم بله بله. تا اون جایی که الان بحث کردیم ما بیشتر روی حجت دنیایی بحث کردیم، گفتیم که ائمه اطهار علیهم السلام حجت های الهی هستن که در اینجا ما اگر از اونا تبعیت کردیم خوب، نکردیم مستحق عقاب و به اصطلاح مجازات. بخصوص اینکه دنیا داره تکلیف آجا، یعنی بحث بله. آمدن حجت های الهی با تاجبه که انسان مکلف هست به تکالیف و دستورات بله بله. الهی آمدنشان موضوعیت داره، موضوعیت داره. نکته دیگه ای که در همین جا از یک حدیث حضرت امیر در رابطه با حجت دنیایی بودنش استفاده بکنیم، ایشون میگه که من اتبع امرنا سبق و من رکب غیر سفینتنا غرق. یک نکته جالب اینجاست، چون وقتی ما میگیم حجت، بعضی اینطوری استدلال اینطوری برداشت میکنن که خدای بزرگ با بندگان خود یک نوع به اصطلاح اثر نمیدونم بیمهری گفته که آقا من اینی دلیل آوردم، اگر شما اطاعت نکردیم بعد شما رو مجازات میکنیم اینطوری، در حالی که جنبه حجتیت اهل بیت در اینجا برای سبق، برای راندنی به سمت پیش و روش دادنه. یعنی حضرت امیر میگه اگر من اتبع کسی که تبعیت میکنه امر ما را سبقه، سبقه به معنای اینه که به پیش رانده میشه، رشد میکنه، ترقی میکنه، کمال به کمال میرسه. و من رکب غیر سفینتنا، اما اگر کشتی غیر ما را سوار شد غرقه، غرق میشه به تعبیری. این جمله را برای این استفاده کردم که حجت دنیایی بودن اهل بیت هم برای رشد و ترقی ماست، یعنی اینها به تعبیری دیگر نردبان، اهل بیت نردبان ترقی ما به سمت مقام قربه، به سمت به اصطلاح شکوفایی ها و کمال. پس حجیت دنیا بودنش هم از این زاویه باید بهش نگاه شد. نکته دومی که در این مسئله هست این که اهل بیت حجت فی الاخره، اهل الاخره در رابطه با اهل آخرت، یعنی همونطوری که در اینجا هم به اصطلاح اونها حجت هستن، در آخرت هم اونها معیارن، رضایت اونها، شفاعت اونها، شاهد بودن اونها بر خلق در اونجا به اصطلاح حجیت اونها را در آخرت به اثبات میرسانه به تعبیری. همونطوری که ما در آیه قرآن داریم که قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، که زیل این آیه ما روایت خیلی فراوانی داریم از جمله روایت اینه که امام صادق علیه السلام میگه که این آیه فقط در مورد امت محمد خاصا نازل شده صلی الله علیه و سلم، که فی کل قرن منهم امام مننا، که در هر قرن از این امت خاصه یک امام از ماست که شاهد علیهم، که شاهد بر این امت هست، و محمد شاهد علینا، که اونجا تعبیرشون اینجوریه. خدا خیرتون بده. تازه زکی بزرگوار تشکر میکنیم، مطالب ارزشمند را شنیدیم و ان شاء الله ادامه‌اش در بخش بعدی خواهیم شنید. بینندگان بزرگوار خوشمند هستم، همچنان ما را همراهی بفرمایید. تشکر میکنیم از همراهیتان. بینندگان عزیز، صحبت ما در برنامه امروز موعود در اسلام در رابطه با مقام حجت الله بودن حضرت ولیعصر علیه السلام هست. دانستیم که پروردگار متعال برای هدایت ما انبیا و اوصیا علیه السلام را فرستاده که اینها حجت های ظاهری هستند، و از طرفی هم خدای متعال در درون انسان حجت باطنی قرار داده که عقل او هست، و همطور که آقای زکی بزرگوار فرمودن این دو نوع حجت در یک مسیر هستند و معید و معاون هم هستند، نه ای که خدای نکرده در نقطه مقابل هم باشند. همواره امام علیه السلام معید عقل انسان هست، و عقل انسان هم انسان را به سمت تبعیت از امام دعوت میکنه. و صحبت‌های بیشتر ان شاءالله در رابطه با بحث حجت الله بودن امام مهدی علیه السلام از کلام دلنشین آقای زکی مشتاق بفرمایید. بله، همونطوری که در رابطه با این فرازی از زیارتنامه زیارت جامعه شریفه جامعه کبیره محضری حضرت عرض کردیم،
در این جمله پیشوایان دینی ائمه اطهار علیهم السلام هم حجت های دنیایی و هم حجت بر اهل آخرت، یعنی در اونجا اینجا طبق این آیه مبارکه که قل اعلم اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین، اینجا تحمل شهادت هست و ادای شهادت در اونجا است که به عنوان حجت الله بر اهل الاخره ظاهر میشه. جالب اینجا یک حدیث را من خدمت حضرت عالی عرض بکنم، خیلی حدیث جاندار و جالب است و به یاری خدا انشاءالله تأثیرات خیلی عمیقی روی وجدان ها و انشاءالله روح ها بگذارد. روایت مفصله، میگه که وقتی قیامت برپا میشه برای هر پیغمبری از پیامبران الهی یک پرچم نصب میشه، بعد یک پرچم هم پیامبر آخر الزمان داره، بعد ذیل پرچم پیامبر آخر الزمان 12 تا پرچم دیگه هست. یعنی این پرچم بالاست، ذیلش 12 تا پرچم که هر کدام از ائمه یک پرچم داره. بعد و حضرت مهدی به اصطلاح کسانی که زیر پرچمش خیلی فراوانه حضرت مهدی است. بعد هر آدمی یا هر کسی را که ملائکی که موظفش هست بلند میکنن، میخوان تکلیفش روشن کنن، میگه شما اهل کدام زیر کدام از این اماما پرچم اماما بودین؟ بعضی ها میکنن ما ادعا میکنن ما زیر پرچم امام زمان بودیم. بعد میارم همجوری ول نمیکنن، میارم میگه میپرسدش که از امام زمان میپرسه که این واقعا در دنیا زیر پرچم است تو بود؟ حضرت بهش نگاه میکنه، ما میخوایم اون شهادت را اینجا به یک سبکی منعکس بکنم. حضرت بهش نگاه میکنه، میگه نه من ایشان رو نمیشناسم، به دنیا با هم برخورد نکردیم، نه سلامی نه کلامی نه گفتگویی نه به اصطلاح دردی دلی، هیچی با هم نداشتیم، میگه من چرا میگم بشناسم؟ میگه به این حرف میزنه دیگه طرف، ما تعبیری که حالا به کار میرم برای ازی که شاگردام یکم بخندن میگیم از پسی سرش، البته تعبیر حدیث اینجوریه، از پسی سرش میگیره به صورت به سمت جهنم میبره. ولی اگر امام گفت آره ما یه میشناسم، در جهان با هم در دنیا با هم صحبت ها داشتیم، دردی دل ها داشتیم، ای به اصطلاح با استغاثه داشت و مرا صدا میزد و من هم بعضی وقتا به دادش میرسیدم، کمکش میکردم، یاریش میکردم، اگر اینطوری شد خب بعد از اون دیگه زیر پرچم حضرت قرار میگیره. منظورم از بیان این حدیث این بود که حضرت صاحب الامر و ائمه اطهار علیهم السلام اینها حجت های آخرتن، به این معنا که در اونجا به عنوان شاهد پروردگار و به عنوان شاهد اعمال افرادها و انسانها، اونجا به اصطلاح خطوط انسانها را و جایگاه انسانها را مشخص میکنه. این بدین معنا نیست که خدای نخواسته نعوذ بالله، بازم تکرار میکنم بحثی که رفیق قبلی هم داشتیم، که ما دست خدا را بستیم و همه امور به اهل بیت واگذار، نه، خدای بزرگ اینها را هم وسیله قرار دادن برای که همونطوری که در اینجا زحمات هدایت بشر را اینجا متحمل میشن، در قیامت همینها باشه برای شهادت دادن به این که فلانی مستحق بهشت است یا فلانی مثلا مستحق جهنم، فلانی کفران کرد، فلانی شکر کرد، فلانی عمل کرد، فلانی عمل نکرد مثلا. این در رابطه با، اما در رابطه با این فراز سوم، السلام على حجج الله على اهل الدنيا والاخره والاولى، منظور از این الاولى چیه؟ اولا بنا اولا، قطعا از این اول دنیا مراد نیست، چون اهل دنیا اونجا خودش آمده دیگه، وقتی که آمده باشه دیگه اولا معنا نداره، آخرت هم که آخرت. پس این اولا چیه؟ علما طبق برداشت از محتوای قرآن و روایات، سه تا عالم به اصطلاح معترف به سه تا عالمه، یکی عالم دنیا که این عالم ماده است، یکی عالم آخرت، یکی هم عالم امر، یا به تعبیر دیگر عالم امر، عالم خلق، عالم قیامت، این سه تا عالم. و منظور از اولا اون عالم امره، به تعبیر قرآنی عالم زر، به تعبیر قرآنی عالم الست، الست بربکم، اونجا که خدای بزرگ در آیه چنده؟ آیه 26 بقره است فکر کنم. اخذ ربکم من بنی آدم من ظهور ذریتهم، بله، تا
اونجا که میگه که و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. در این آیه اون به اون بر اساس همین آیه بعضی از علما عالم الست پیش میگن، الست بربکم، بعضی هم عالم زر میگن. حتی حجت الله یا حجت های الهی نه تنها در عالم دنیا و در عالم آخرت بلکه در عالم الست هم حجت خدا بودن، هستن به تعبیره. و البته طبق بعضی از نظرات دانشمندان که عالم زر الان هم در جریانه، اینجوری نیست که او یک عالمی بود و ختم شد و بعد به عالم دنیا وارد شد، نه، همچی چیزی نیست. همین حالا این سه تا عالم موجوده، یعنی هم عالم زر الان موجوده و هم عالم دنیا موجوده و هم عالم آخرت موجوده. منتها عالم زر را از باب این که بشر در اول در اون مرحله بوده و از اون مرحله در مرحله دنیا آمده بهش میگن عالم اولا به تعبیر. و پیشوایان دینی در عالم زر یا در عالم الست هم باز حجت الله بودن بر به اصطلاح اهل اون عالم. ما در این زمینه یک روایت هم داریم، روایت زیاد داریم که پیشوایان دینی میگه که اونهایی که در دنیا به محض دیدن ما یا به محض شنیدن سخنان ما جذب ما میشن و به ما عشق میورزن و به ما محبت میکنن، اینها همونهایی هستند که در عالم زر به ما جواب مثبت دادن، در عالم زر با ما همراه بودن به تعبیری. یعنی این امامت ما را اینها در عالم زر پذیرفته بودن، در اینجا در مرتبه عمل در عالم ماده هم به راحتی و چیز پذیرفتن. و اونهایی که در عالم زر امامت ما را نپذیرفتن و انکار کردن، اینجا هم از در عناد و لجاج و انکار و تکذیب برآمدن. خدا خیلی شما بزنده باشین از آقای زکی بزرگوار، خیلی بهمه شدیم. انشاءالله که خداوند متعال ما را عارف به مقامات اهل بیت علیهم السلام قرار بده، بخصوص مقام حجت اللهی که حضرت علی به زیبایی برای ما به تصویر کشیدن. یک سوالی که میخوایم از خدمت حضرت داشته این است که آیا بر مبنای آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام زمانی وجود داشته که حجت خدا در زمین نباشد، یا اینکه این یک سنت جاریه الهی بوده؟ طبق روایاتی که ما از پیشوایان دینی داریم، روایات در این زمینه عام است، به این معنا، به این معنا که حضرت امام صادق علیه السلام میگه که زمین لحظه ای از حجت خدا خالی نبوده، لحظه ای خالی نبوده. و البته روایت هم داریم که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، که اینجا دیگه از این واضح‌تر نمیشه. روایت از زمین زیاد داریم، حتی این روایت اینجوری داریم که میگه وقتی به زمان قیامت نزدیک میشیم، آخرین کسی که میمیرد حجت خداست، تا احدی در قیامت ادعا نکند که خدای مرا لحظه ای در زمین بدون حجت گذاشتی، لحظه ای. یا تعبیری روایت دیگه داریم که میگه به اصطلاح اگر در زمین دو نفر باقی بمانه حتما یکیش حجته، لو کان الناس رجلین لأحدهما الامام یا الحجه. از این روایت استفاده میشه که زمین لحظه ای از حجت خالی نبوده، منتها یا حجت آشکار یا حجت پنهان یا اون بعد ولایتی حجت که بر همه عالم مستودی و جاری است. خدا خیلی سم بده، خیلی استفاده کردیم. این که حجت الهی همیشه آشکار نیست نکته مهمی بود که از سالی اشاره فرمودین. در تمام امت‌های گذشته ما نمونه‌های متعدد داشتیم بلد. که حجت الهی مدتی از بین خلائق غائب بوده و این فقط در مورد ولی عهد علیه السلام رخ نداد. خیلی از انبیای عظام گذشته شرایط تبلیغی و ترویج دینشون وقتی در جامعه فراهم نبوده، مدتی را در غیبت به سر برد. ان شاء الله شاید فرصت جداگانه بطلبه که این بحث باز بکنیم. خیلی تشکر میکنم از آقای زکی از فرمایشات ارزشمندتون. بینندگان عزیز گرامی، از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم. از خداوند متعال میخواهیم که ما را عارف به حق امام زمان علیه السلام قرار بده. اللهم عجل لولیک الفرج والنصر والعافیه. خداوند حافظ نگهدار شما.